سلام تماشابینانی ارجمند، مهمترین خبرهای رادیوی آزادی را از روز دوشنبه 17 فوریه من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. در کولوب رئیس بازداشتگاه موقت از دست یک زندانی در حجره کوریش به قتل رسید. این حادثه روز 16 فوریه تقریبا ساعت 4 شام رخ داد. مقامات رسمی میگن که امید تشایف که برای کشتار بی‌رحمانه یک ساکنی کولوب به 17.5 سال زندان محکوم شده است، پلکونیک 65 ساله عمر قیوموف را با ضرب قیچی به قتل رساند. در خبر رسمی گفته می شود که رئیس بازداشتگاه از زندانی که کسبش سرتراشی بوده است خواسته است که موی سرش را قیچی زند. قاتل به سر و تن رئیس زندان 17 ضربه زده است. برای تحقیق حادثه مقامات دخلدار به کلوب رفتند. جسد عمر قیوموف امروز در ناحیه واسه به خاک سپرده شد. حادثه های سنگاندازی در روستاهای نزدی مرزی اقصای و واروخ را پلیسی تاجیک و قرغیز تحقیق میکند. رئیست کارهای داخلی ولایت بودکند میگوید که این حادثه ها در روستاهای نزدی مرزی واروخ و اقصای روزهای 15 و 16 فوریه رخ داده است. شیشه های دو ماشین شهروندان تاجیکستان و قرغیزستان شکسته هیچ نفر آسیب ندید. علاوه به این ساکنان روستای خواجه اعلا از رفتار درشت خادمان میلیسه قرغیزستان شکایت کردند که گویا آنها را نمیگذارند از کانال مرزی آب گیرند. خبر ماجراهای نوی مرزی در حال می رسد که بعد انجام دور مذاکرات در بیشکک مقامات تاجیک و قرغیز بعد دور نوی ملاقات ها در دوشنبه آماده می شوند. ماه اپریل تاجیکستان از تلاش های خود ضد فساد و رشوت به سازمان همکاری های اقتصادی و رشد گزارش خواهد داد. رئیس آژانس ضد فساد تاجیکستان عبدالفتاح غایب گفت که تاجیکستان بخشی اساسی پیشنهادهای شبکه ضد کروپسیونی این سازمان را آید به تعیین جوابگری برای شهروندان و سازمان های خارجی برای پاره به اجرا رساند. این پیشنهاد درباره کریمینالیزاسیون است، درباره تکلیف پاره است. من فکر میکنم که بعدی آموزش که ما با مقامات رو پیشنهاد کردیم، فکر میکنم که این هم البته در دایره قانون موجود حل مصبی خود رو می آورد. عبدالفتاح غایب انتقاد مبارزه ضعیف آژانس ضد فساد تاجیکستان را ضد مقامدارهای فساد زده رد کرد و گفت که تنها سال جاری 5 کارمند مسئول کمیته انداز تاجیکستان برای پارگیری به جوابگری کشیده شدند. در خیابان‌های مرکزی دوشنبه معرکه شناندن نهال‌های شاه‌بلوط یا کستانه شروع شد. این نهال‌ها که باید به درخت زیبای سایه افکن تبدیل شوند، در حجم 3000 عدد از کشوری بلژیک به تاجیکستان آورده شدند. آنها جای چنارها را خواهند گرفت. برای دیدن نوار پوره ویدیویی با سایت اینترنتی رادیوی آزادی و هم شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر، یوتیوب و تلفن همراه خود مراجعه کنید.